ما در حقیقت رونمایی کتابی رو داریم به نام راهی دیگر در دودوباش چریکای فدای خلق. بگم که من از سرزمینی میام که توی 100 سال گذشته دو انقلاب رو پشت سر گذاشته، دو کودتا رو پشت سر گذاشته و 3 جنگ بسیار بسیار بزرگ. من گمان میکنم، داوری من اینه که در جهانی که ما زندگی میکنیم معدود کشورهایی هستن که شاهد چنین رویدادهای سرنوشت‌سازی میشن. اما در این 100 سال گذشته وقتی نگاه میکنیم، مستقل از اینکه نگاه ما، خواستگاه فکری ما چه باشه، نمیتونیم نقش نهلی اندیشه چپ رو در تحولات اجتماعی، سیاسی این کشور نادیده بگیریم. چه اعتقاد داشته باشیم به این نهله از اندیشه، چه نداشته باشیم. چند سال پیش دیدم که رپرپه‌ای در ایران بلند شده و گفتن که مجازات اعدام خوبه که نباشه در ایران. بعد همه این رو به حساب در حقیقت رفتار جناحی از کنشگران سیاسی امروزه ایران می‌دونستن، اما به نوعی فراموش کردن که این نخستین بار حزب سوسیالیست ایران بود که در 1917 شعار لغو مجازات اعدام رو پیش کشید. 100 سال پیش، درست 100 سال پیش. میخوام بگم که چه شما متعلق به این نهلی اندیشه باشید چه نباشید، بی‌انصافیه که اگر جای جای تاریخ ما این نهله رو نبین، جاشو نبین. خب این سرزمین من، این بخشی از هویت سرزمینی من، من این هویت رو با خودم دارم و به تاریخ این کشور می‌اندیشم. اما بخش دیگه هویت حرفه‌ای منه. من مورخم به حرفه، مورخ اجتماعی و نه وقایع نگار به تفنن. چون مورخم به حرفه، بنابراین نگاه من تحلیل تاریخیه و این تحلیل تاریخی لزوماً به معنای تحلیل سیاسی نیست، بلکه من مورخ اجتماعی به بود و باش انسان‌ها بیشتر می‌پردازم تا مورخان سیاسی. اما هیچ کس به این معنا نیست که جایگاه تاریخ نگاری سیاسی یا نهله‌های دیگه تاریخ نگاری رو مثل تاریخ اندیشه و تاریخ‌های دیگر رو من ندیده می‌گیرم. اما من همیشه نگاهم به بود و باش، به تاریخ اجتماعی، به حیات اجتماعی مردمانه. و آنچه که برای ما مورخان اجتماعی بسیار مهمه اینه که در تاریخ ما کسانی داریم که صداشون خیلی بلنده، اهل اندیشه هستن، خبرگانن، نخبگانن، اهل قلمن، اما کمتر کسانی داریم که در حقیقت حرفی برای گفتن داشته باشن ولی صاحب صدا نباشن، بی صدایان تاریخ. بنابراین من به عنوان یک مورخ اجتماعی تلاشم اینه که در کارهام اون صدایی رو که بی صدایان دارن بهشون برگردونم و صدای بی صدایان رو هم بشنوم. خب ما در زمانه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که یک انقلاب رو پشت سر گذاشتیم. این انقلاب پیروزهایی داشت و کسانی بودن که شکست خوردن. مطمئناً مثل تمام انقلاب‌های جهانی، پیروزان روایت‌های خودشون رو از انقلاب دارند که با آنچه که اتفاق افتاد سنخیتی نداره. چون که خب نگاه بکنیم، تلاش می‌کنن با آفرینش حافظه، حافظه سازی یا فراموشی گزینشی بخشی رو ببینند، بخشی رو نبینند، تاریخ سازی کنند. این اسمش از تاریخ سازی، نه تاریخ نگاری. فرق بین تاریخ سازی و تاریخ نگاری. بنابراین ما در حال حاضر می‌بینیم که چه کسانی که در قدرتن و در حقیقت تریبون رسمی هستن و چه کسانی که نیمه رسمی این رسالت رو به عهده دارن به تاریخ سازی و
و تاریخ پردازی روی کرده از رویدادی که همه ما به نوعی به نام به عنوان در حقیقت گریختگان به ناگزیر اینجا آمدیم تلاش میکنن اونها روایت خودشون رو در حقیقت داشته باشن و به نوعی جایگاه کسانی که سهمی داشتن تو تحولات اجتماعی نادیده بگیرن. کاری که ما کردیم در این راستا و این کتاب در دو مجلد در آمده بیرون جلد یک و جلد دو در حقیقت تلاشی بود برای تدوین تاریخ اجتماعی. تلاش کردیم که با کسانی که هنوز بین ما هستن خیلی حاضر صحبت کنیم، روایتشون رو ضبط کنیم، آنگونه که زندگی کردن در یک دهه قبل از انقلاب و تجربیات خودشون از زندگی گروهیشون با ما در میون بذارن. خانه تیمی داشتن، چگونه بود این خانه تیمی؟ هویت جنسیتی تو این خانه های تیمی چگونه برجسته میشد یا برجسته نمیشد؟ هویت های قومی، فردیت، جمع و از این دست. تلاش کردیم در حقیقت یک نگاهی از پایین داشته باشیم به این تاریخ و این در حقیقت زمینه رو آماده کرده برای کارهای بعدی که خب مورخان دیگه میتونن انجام بدن. این در حقیقت کاری بود که ما در اینجا کردیم. کارم در حقیقت برمیگرده به سالها پیش. من این تب رو پیش کشیدم در پژوهشگاه بین‌المللی تاریخ اجتماعی که اونجا کار میکنم و گفتم که خوبه که ما در حقیقت تاریخ این جنبش‌های سیاسی چریکی رو توی آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا کار بکنیم. تب جلو رفت، ما تونستیم در مورد آمریکای لاتین و آسیا، شرق آسیا کاری رو انجام بدیم، حتی برخی از غرب آسیا. وقتی به ایران رسید متاسفانه به خاطر کجرفتاری هایی نتونستیم انجام بدیم، اما اینو من از پال نینداخت، ادامه دادم این کار رو. و سرآخر دوست خوبم ناصر مهاجر که مورخ سیاسی معتبری است و احترام زیاد دارم من براش، با همکاری با اون تونستیم که این کار رو بکنیم. شاخصه هایی داشت کارمون، تلاش کردیم که حتما صدای در حقیقت هویت جنسی رو داشته باشیم، به توازن زنان و مردان رو در کتاب بیاریم، این اصرار ما بود. اصرار داشتیم که تهران مرکز نباشیم بلکه ولایات رو هم ببینیم. اصرار داشتیم که نهده های مختلف سیاسی، چه کسانی که متعلق به این جریان ها بودن و چه کسانی که حتی نبودن، اصلا نبودن، اصلا سیاسی ها نبودن، ولی تأثیر این تحولات رو توی در حقیقت این ستیز اجتماعی شاهد بودن، به عنوان شاهد عینی روایت خودشون رو داشته باشن. این کار رو کردیم و هر جا تلاش کردیم که با فاصله به تاریخ نگاه کنیم، آنچه که بر ما رفت رو کنار بگذاریم، سعی کنیم که غیر جانبدار نگاهمون به تاریخ باشه تا دیگرانی که از پی ما سالهای سال، دهه ها بعد کار ما رو میخونن نگن به قول بیهقی شرمش باد این که نادرست گفت و درست رفتار کرد. تشکر.